سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. اولین سخن یادآوری بزرگی فاجعه غصب کشور فلسطین و تشکیل قده سرطانی صهیونیستی در آن است. در میان جنایات بشری دورانهای نزدیک به زمان حاضر هیچ جنایتی در این حجم و با این شدت وجود ندارد. عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولتهای غربی و سیاستهای شیطانی آنها. اون روزی که دولت‌های فاتح جنگ اول جهانی منطقه غرب آسیا یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهمترین غنیمت جنگی میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم می‌کردند، نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند. انگلیس از سالها پیش از آن با طرح بالفور زمینه را آماده کرده و با همفکری زرسالاران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهیای نقش‌آفرینی کرده بود و اکنون زمینه‌های عملی آن فراهم می‌شد. سرانجام پس از دومین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاری دولت‌های منطقه ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولت بدون ملت صهیونی را اعلام کرد. رژیم جعلی و قاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین چه نظامی و چه غیر نظامی حتی تسلیحات اتمی مجهز کرد و رشد این قده سرطانی را در پهنه نیل تا فرات در برنامه‌های خود گنجاند. با ظهور جبهه مقاومت کار بر رژیم صهیونیستی سخت و سخت‌تر شد و البته در آینده بسی سخت‌تر هم خواهد شد انشاءالله.